بریم سراغ ساخت طبقه همکفمون. برای این کار اول باید لول بندی هامون رو چک بکنیم. بنابراین میتونیم از الیویشن هامون این کار انجام بدیم یا سکشن هامون. خب این طبقه همکفمونه. طبقه بالاییش 3.20 متره. اختلاف ارتفاعی که بین این دو قسمت هست خیلی کمه. بنابراین بعد ارتفاع رو بیشتر کنیم که 4.80 متر مناسبه طبقه همکفمون هست. در نتیجه فاصله‌ای که بین این دوتا هم هست کم میشه. پس میام یه محاسبه میکنم و میگم که 4.80 متر به اضافه 3.20 متره میشه 8. بنابراین این رو 8 میذارم. 8 رو به اضافه 3.20 متر میکنیم 11.20 متر و این هم 14.40 متر. توی طبقه همکف میریم و پلان مورد نظرمون رو وارد میکنیم. میام توی اینسرت، ایمپورت کد و پلان رو انتخاب میکنیم و رنگش رو تعیین میکنیم و مثلا میتونیم رنگش رو بلک اند وایت انتخاب بکنیم. وایدش رو انتخاب میکنیم، میگیم که کجا قرار بگیره، کجای پروژه باشه. بعد دیگه میگیم که توی این ویو دیده بشه و اوپن. الان میبینی به صورت سیاه‌سفید وارد کار شد. شکل رو انتخاب میکنم، از جایی که فصل مشترک داره با لول پایین این دو تا رو با هم دیگه منطبق میکنیم. این رو میذاریم اینجا و بعد هم میایم پیک میکنیم. خب حالا نوبت به این میرسه که بیایم دیواره های دور تا دور طبقه همکف رو درست کنیم. میام توی تب آرکیتکچر وال 20 سانتی رو انتخاب میکنم و پیک میکنم. میتونیم مدل نمایشمون رو روی میدیوم قرار بدیم و اینجا رو هم روی ریل قرار بدیم که راحت‌تر تشخیص بدیم که کجاها رو داریم دیوار قرار میدیم. اینجا رو هم به همین ترتیب. از بالا هم ادامه پیدا میکنه این کار. فقط دقت کنید که اینجایی که دیوار بتونی داشتیم نباید ما از دیوار آجری استفاده بکنیم. خب اینجا اشتباه شد، این درسته. همه دیوارها انجام شدن. اینجا ما یه ورودی داریم، بعد بیام اینجا رو برش بدیم. برای برش دادن همیشه ما از اسپیلت استفاده میکنیم که اسپیلت توی مودیفای قرار گرفته. این اسپیلت یه گزینه داره. اگر ما بخوایم فاصله ای که داریم اسپیلت میکنیم رو همزمان دیلیت هم بکنیم، کافیه این تیک رو بزنیم. مثلا بگیم از اینجا تا به اینجا رو ما میخوایم بیام هم اسپیلت کنیم هم دیلیت کنیم. میبینید خودش میاد این کار رو برامون انجام میده. و دوباره روی وال کلیک میکنیم و شروع میکنیم به ساختن دیوارهای 20 سانتی دیگه داخل پروژمون. اینجا اوورلپ میشه، بعد درستش کنیم. بازم این دوتا رو به هم دیگه میرسونیم. اینجا هم دیواری رو بعد کار بکنیم. برای ساخت این دیوارم از لاین کمک میگیرم. از اینجا به بعد مشکلی نیست و میتونیم دیوار طبقه همکفمون رو اجرا کنیم. یه نگاهی تو حالت سه‌بعدی میندازیم که دیوارهامون رو چک کنیم.
قسمت های بتونیمون رو هم بعد ارتفاعش رو بیشتر کنیم و بیاریمشون بالاتر. ستون هامون هم که هستن، نوبت به ساخت کف پروژه میرسه، توی گراوند قرار میگیرم و میتونیم بیایم روی فلور کلیک بکنیم و میگیم پیک وال، جایی که وال داریم رو این شکلی واسمون بیاد کفش رو درست کنه. خب این قسمت رو بعد من دیگه متصل کنیم، حالا به وسیله لاین هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب اینجا یه راه پله داریم که حتما بعد دیوارش رو کار میکردیم، فعلا انجامش ندادیم، بعدا بعد اصلاحش کنیم. حالا اصلاح خطها رو انجام میدیم. اگر میتونیم دیلیت کنیم هم دیلیت کنیم و بعد این رو به این برسونیم. این هم دیلیت میکنم و بعد این رو به این خط میرسونم. این هم به همین ترتیب، این هم به همین ترتیب. دور راه پله رو بهتره که ما باز بذاریم، مثل این روشی که انجام دادم، چون که این راه پله ها باید تو خالی باشن. اوکی میکنم، میگه که جایی که هایلایت مشکل داره. میگم باشه، اینجایی که هایلایت کرده بود اصلاحش نکرده بودم، اوکیش میکنم. ما فعلا این کف رو به دیوارها متصل نمی کنیم، نورو میزنیم، بازم نورو میزنیم. یه کف دیگه ای هم برای این قسمت بعد ترسیم بکنیم که حالا اینو بعدا بعد از ساختن پله هامون ترسیم خواهیم کرد. یه نگاهی توی سبودیش بندازیم که دوتا دیوار لازم داریم، که همین الان این دوتا دیوار رو ترسیم کنیم. وال، پیک و این قسمت و این قسمت. خب نگاه میکنیم ببینیم دیگه چه چیزی توی پروژه‌مون باقی مونده. روی سبودی میایم، از دیواره ها در واقع منظورم هست. این دیوار بعد برسه به اینجا، توی گراوند میذارم. دقت کنید موقعی که دارید کار میکنید توی تب ساختن نباشید، چون که سریعا براتون یه دیوار جدید رو درست میکنه. یه برش از این قسمت میزنم برای اینکه پله رو ترسیم کنم. یه برش اینجا نیاز داریم. خب شکل انتخاب میکنم و go to view رو میزنم. ف
فاصله که بین اینجا تا به این قسمت داریم به اندازه 1.20 متر هست که من رو لول 1 قرار میگیرم برای درست کردن راه پله لول 1. حالا میایم توی تب آرکیتکچر استر و استر بای اسکچ رو انتخاب میکنیم و شروع میکنیم به ترسیم پلمون. از باندری کمک میگیرم، میگم این قسمت، البته از لاینش، از اینجا تا به اینجا یک پله هم با رایزر درست میکنیم به اندازه 1.5 متر و نگاه میکنیم توی اینجا تاپ لیولمون گراند فلور باید باشه، یعنی از لیول 1 میخواییم به گراند فلور برسیم. اگر اینجا یه مثلا لیول 2 باشه تعداد پله بیشتری رو به ما میگه که نیاز داریم. الان میبینید اینجا میگه 6 تا فقط پله نیاز دارید. روی رایزر میرم، روی پیک قرار میگیرم و میگم که پله بعدی 3 دهم با این فاصله داره. باندری لبه این قسمت رو ترسیم میکنیم، این خط رو بعد اصلاحش کنیم، میگم این رفرنسمونه و از اینجا برعکس بعد که انجام میدادیم اینجا رفرنسمونه، این قسمت رو انتخاب میکنیم. دوباره میگم این خط رفرنسمونه و میخوایم این سمت باقی بمونه. خب این که انتخاب شد دوباره میایم توی رایزه آفست بر اساس این انجام میدیم. حالا نگاه کنید 3 تا باقی مونده، 2 تا، 1 و این هم آخریش است و باندریش رو بعد کامل کنیم، یعنی این رو به این برسونیم، اینم به این برسونیم و فینیش. بعد از اینکه کارمون تموم شد میایم گو تو ویو، میبینیم که از اینجا دقیقا به کف مورد نظرمون رسیدیم. میایم توی ویو نگاه میکنیم، خب از اینجا دقیقا رسیدیم به کف مورد نظرمون، فقط باید بیایم اینجاها رو اصلاح بکنیم که برای این کار هم شکل رو انتخاب میکنم، بعد بیایم یه برش هایی رو توی اینجا بزنیم. برای این کار میتونیم از اسپلیت استفاده بکنیم، این بار از گپش استفاده میکنم. میگم که از اینجا ما میخوام یه فاصله بر ما روی دیوارمون ایجاد بکنی. این اسپلیت ویت گپ بر اساس این گپی که اینجا نوشته میاد یه خطی یا یه نقطه‌ای که ما میزنیم رو اینجا فاصله برامون ایجاد میکنه، دقیقا به همون اندازه‌ای که اونجا نوشته بود، یعنی 2 صدم. حالا که این انتخاب شد میتونم ارتفاعش رو بردم ببرم پایین تر و بعد هم کل پله رو انتخاب کنیم و تو نمایی مورد نظرمون، یعنی پله رو کلن انتخاب کنیم، نرده هاش هم انتخاب کنیم و یه ذره بیاریمش جلوتر، میتونیم مووش کنیم. به نمایی 3D قرار میگیریم. خب و میرم توی گراند فلور نگاه میکنم این پلهی که ترسیم کردیم یه مقدار باید طولش اضافه بشه، درنچه بعد ادیتش کنم. ادیت رو میزنم، میگم که خطهاش بیاد روی این خط قرار بگیره و بعد هم کریت. کنار این ما یه جک معلول داریم که برای جک معلول من فعلا 4 تا دیواره ترسیم میکنم. برای این کار هم از وال کمک میگیرم، وال 10 سانتی، ارتفاعشون رو میگم نمیخوام تا لول 2 بره، آن کانکتد میذارم تا اون چیزی که خودم میخوام ارتفاعش معین بشه. الان 3.60 متر، من این 3.60 متر رو مثلا میذارم روی 60.
میام توی سبادی نگاه میکنیم. خب لولش رو هم باید تعریف کنیم. اینا رو انتخاب میکنم، میگم بره توی لول 1 قرار بگیره. دیواری هم که تا اینجا بالا اومده رو باید ببریم پایین تر. ما اینجا یه ویدی ساخته بودیم که این وید باعث شده که قسمت هایی که از کفمون توی اینجا دیده نشه، یا بعداً باعث میشه که حذف بشه. من میتونم این ویدا رو یه مقداری ارتفاعش رو بیارم پایین تر که از این کفه بیاد پایین تر، و در نهایت ما میریم توی گراند فلور قرار میگیریم و شروع به کفسازی این قسمت میکنیم. فلور رو میزنیم، پیک میکنیم اینجاها، بعد ما کف داشته باشیم. و بعد هم این خطوط رو اصلاح میکنیم. این هم اوکی. متصلش نمیکنم. توی نما نگاه میکنیم ببینیم که به درستی انجام شده یا نه. خب به درستی انجام شده. ارتفاع اینا رو هم بعد یه کمی بیشتر کنیم. شست رو میذارم روی 1.5 متر. به این شکل. دوباره توی گراند فلور قرار میگیریم. نگاه میکنیم به پلانمون. پلان رو میاریم فورگراند قرار میدیم تا راحتر بتونیم اطلاعاتش رو ببینیم. اینجا یه دیوار 10 سانتی داریم. شروع به ساختن دیوارهای 10 سانتی مون میکنیم. رنگش هم ریل باشه، چون خاکستریه فرق خاصی نمیکنه. بریم سراغ درهای پروژه. روی دور کلیک میکنم، یه در دوبل داریم. اندازه این در رو چک میکنم. خب خیلی کوچیکه این برای اینجا. درجه میگیم که فاصله بین این قسمت تا به این قسمت میگه 1.8 متر. در نتیجه میام توی تب آرکیتکچر دور، همین دری که داریم رو یا یه در دیگه میتونیم انتخاب بکنیم، فرقی نمیکنه. لود فامیلی دور، از این درهای دوبلی که پنلم دارن استفاده میکنم. وارد رویت میکنیم و لازمه که اگر ارزش مناسب نیست ارزش رو مناسب کنیم. خب 1.83 متر هست. ادیتش میکنم، دوپلیکیشن میکنم، اوکی، و 1.83 متر رو میذارم 1.80 متر، و بعد هم سر جای اصلیش قرار میدم. خب توی چه ارتفاعی قرار داده شد؟ نگاهی بندازیم ببینیم درست قرار داده شده. بله، دوباره روی گراوند قرار میگیرم. این پروژکت براوزر رو از اینجا بر میدارم، میذارمش این ور تا راحت‌تر شما بتونید ببینید که من دارم چی کار میکنم و چه چیز رو انتخاب میکنم. خب توی گراند فلور قرار میگیریم. اینجا یه در دیگه نیاز داریم، دری که لازم داریم. خب این هم ارزش رو کمتر بکنیم. دری که لازم داریم رو انتخاب میکنیم از بین این تایپ های مختلفی که اینجا داریم. مثلا یه در 70 رو میذارم اینجا به سمت بیرون و جهتش هم اون سمتی باشه. خب اینجا هم این دیوار رو
دیلیت میکنم، این دیوار رو باید برسونم به این دیوار اصلی، میام توی مودیفای، برای این کار از اکستند اند تریم استفاده میکنم، اینو انتخاب میکنم و بعد اینو میرسونم بهش. میایم توی انوتیت، اندازه میگیریم، میگیم که این فاصله که اینجا هست تا به اینجا 1 متر و 20. اینجا چطور؟ 1 متر. پس میایم دوباره توی دور نگاه میکنیم ببینیم 1 متر و 20 نداریم، بنابراین از این درهایی که اینجا هست آخرین عددش رو انتخاب میکنم، ادیت میکنم، دوپلیکیشن، عرضش رو 1 متر و 20 قرار میدم و نهایتا هم اینجا میام اصلاحش میکنم، میریم میذاریم سر جای اصلیش. اینجا باید یه دیوار داشته باشیم که از طبقه پایین میتونیم استفاده کنیم برای آوردن دیوارش، یعنی این دیواری که اینجا هست، و میگم که تاپ کانسترینتش یه لول 2 باشه، سریعا خودشون میرسونه به اینجا. بازم توی گراند فلور قرار میگیریم. پله هایی که اینجا داریم با طبقه پایینی متفاوته، بنابراین اینجا رو هم بعد پله هاشو ترسیم کنیم، یه فاصله ای هم که اینجا هست بعد کفسازی براش انجام بشه، که فعلا میام استیر اینجا رو شروع میکنم به ساختنش. برای استیر مثل همیشه میریم استیر با اسکیچ، اول باندریش رو ترسیم میکنیم، باندریش به این صورته که بعد دور تا دور تا به اینجا ما باندری داشته باشیم و بعد هم اصلاحش میکنیم. میام توی رایزر و حالا پله ها رو ترسیم میکنیم. قبل از اینکه پله ها رو ترسیم کنیم ارتفاع رو دقیقا نگاه میکنیم، قراره این پله ها تا ارتفاع لول 2 برن. اگر میبینید این اشکالات پیش میاد از آفست استفاده کنید. خب این برگشت به اون یکی پله قدیمی، کنترل زد میکنم، حالا این پایین نگاه کنی 11 تا باقی مونده. این هم بعد اصلاح بشه. و این خطوط به این خط برسه. بنابراین اینو انتخاب میکنم، میام از این مال تیپ استفاده میکنم، میگم این به عنوان رفرنس و بقیه به این خط برسن. مواظب باشید که کلیک اضافه انجام ندید، چون که کلیک اضافه باعث میشه که از دستور خارج بشه. حالا میبینی از دستور خارج شد، دوباره اینو انتخاب میکنم، این خط رو هم موو میکنیم میذاریمش اینجا. اگر نشود خودمون یک بار دیگه باندریش رو ترسیم میکنیم. اینجا رو بعد یه گپ بندازم به این شکل،
خب اوکیش میکنم. تعدادش مناسب این کار نبوده که این رو بعد چک بکنیم. خب از برش نگاه میکنیم ببینیم جهت پله درسته یا نه. برای این کار توی طبقه همکف قرار میدم. برشی که داریم ازش اینجاست. گو تو وی رو میزنیم و نگاه میکنیم ببینیم به درستی انجام شده یا نه. جهتش درسته و روی لول صحیح هم قرار گرفته. اینجایی که ایرادش رو گرفت میگه که شما به اندازه یک پله، البته یک پله که نه، کمتر از یک پله اضافه آوردید که این قابل حل هستش. حالا میریم سراغ ساختن قسمت‌های دیگه پروژمون. میرم توی گراند فلور. کنار همین راه پله‌مون یه رمپ داریم. برای اینکه جزئیات رو بهتر ببینم یه برش میزنم به این شکل، دیدش رو عوض میکنم و میرم توی دید اصلی این برش قرار میگیرم. خب اینجا ما یه رمپ داریم برای اینکه کف گراند فلورمون که پارکینگمون هست رو برسونیم به توپوگرافیمون، لازمه یه رمپ جدیدی درست کنیم. فاصله که بین این دو تا لول قرار گرفته فاصله لول یک تا گراند فلورمونه، بنابراین پایین ترین لولمون میشه لول یک. میام توی لول یک قرار میگیرم و میام روی رمپ کلیک میکنم و میگم که پایین ترین لولمون لول یکه و بالاترین لولمون گراند فلور هست و میام مقدار شیبش رو فعلا روی 5 یا 10 قرار میدم. اوکیش میکنم و شروع به ساختنش میکنیم. الان خب عرض رمپ رو نمیبینیم ولی طولش رو میتونیم تعیین کنیم. خب این شد طول رمپمون که میگه که انقدر طول برای اینجا کافیه. این رو یه کمی هم کنترل زد میکنم، یه بار دیگه ترسیمش میکنم. کنترل زد بگیم ران از این دیوار به سمت داخل پروژه. بعدش هم تاییدش میکنیم و از طریق گو تو ویو نگاه میکنیم ببینیم آیا به درستی انجام شده یا نه. خب این طبقه رو رسونده به این طبقه، کاملا درسته. فقط میمونه اینکه دوباره بیام توی گراند فلور قرار بگیریم و اینو کلیک بکنیم، ادیتش بکنیم. از این قسمت بگیم که میخوایم عرضش بشه 3.50 متر. بعد هم اوکیش میکنیم. وقتی که تاییدش کردیم میبریم سر جای اصلیش که برای این کار شکل رو انتخاب میکنم. با استفاده از اروکی ها اینو اینجوری به سمت چپ هدایتش میکنیم. خب نگاه میکنیم به کف پروژمون. کفی که اینجا داریم از این قسمت هم عبور کرده، بنابراین اینجا رو باید خالی کنم. ادیت باندری میام، توی لول طبقه هم کف قرار میگیرم و اینو میارم دقیقا میچسبونم به این تیکه و باید بیایم اینجا رو هم پیک کنیم، اینجا رو هم پیک کنیم و اینها رو به هم دیگه برسونیم و در نهایت هم اوکی. میام توی سبودی نگاه میکنم. خب اینجا به درستی انجام شد، فقط بعد یه اصلاحیاتی مربوط به دیواره های طبقه پایین اعمال بشه. گو تو ویو میزنیم و میگیم که این دیواری که داریم بیاد پایین. یه دیوار دیگه هم اینجا داریم که بعد این هم بیاد پایین قرار بگیره به این شکل. خب توی لول یک قرار میگیرم و میگم ما اینجا یه در پارکینگ نیاز داریم. توی آرکیتکچر میام دو رو کلیک میکنم و از بین درهایی که داریم در مثلا 3 متر رو انتخاب میکنیم و اینجا اضافهش میکنیم. حالا میام از ویو سبودی هم نگاه میکنیم، سیو میکنیم پروژمون رو تا به اینجا. خب به درستی انجام شده و
و دیگه نیازی نیستش که از گپ هم استفاده کنیم، چون که خودش میاد اون قسمت رو کات میکنه. به این ترتیب میتونم حتی برعکسش رو هم انجام بدم که این اوکیه و به درستی انجام شده. خب ستون ها رو انتخاب میکنیم، سلکت آل اینستنس این انتایر پروژکت، و میگیم که تا لول تاپ لولش لول 2 باشه. خب به این صورت این ستون ها هم به پروژمون اضافه شدن. دیواری هم که داریم، اینجا یه دیواری اضافه کردیم که این دیوار بعد تا لول 2 بالا بره. اینم آن کانکتیدش رو میذارم رو لول 2. خب اشتباه انتخاب کردم، لول 2 رو انتخاب میکنم. این هم بعد بیاد تا لول 2. توی گراوند فلور قرار میگیرم و نگاه میکنم ببینم باز هم به جزئیات دیگه نیاز داریم یا نه. یه سری صفحه های کاذب هستش که بعد بیایم این صفحه های کاذب رو هم درست کنیم. برای درست کردن صفحه های کاذب بعد بیایم توی قسمت سیلینگمون. سیلینگ رو روش کلیک میکنم. اگر ما یه فضای بسته ای داشته باشیم خودش سریعاً میاد بر ما اسکچ رو انجام میده، اگر بخوایم از اسکچش استفاده کنیم اتوماتیک استفاده بکنیم. اما اگر مدل خاصی داشته باشیم روی اسکچ کلیک میکنم. دقت هم بکنید وقتی که سقف کاذب دارید درست میکنید بعد بیاین روی سیلینگ پلن ها قرار بگیرید. اینها در واقع پلن های معکوس سقف رو در اختیارمون قرار میدن. میگم که توی لول گراند فلور میخوام بیام این سیلینگ پلن ها رو انجام بدم. خب برای اینجا هم باید بیایم پلانمون رو وارد کنیم. اینسرت، ایمپورت کد، گراند فلور به حالت مترو اوپن میکنم. خب این پلان که وارد شد پلان رو انتخاب میکنیم، مووش میکنیم و میذاریم جایی که باید باشه و بعد هم پینش میکنیم. اینجا خب صفحه کاذبمون رو الان داریم. کافیه بیایم توی تب آرکیتکچر سیلینگ رو کلیک بکنیم، اسکیچ رو روش کلیک کنیم و شروع به پیک کردن کنیم. این از این. خب این صفحه الان ساخته شد. یه مقدار این سیکشن رو این ورتر میارم که این صفحه رو بهمون نشون بده. گو تو ویو میزنم. حالا نگاه بکنید دقیقا گراند فلورمون، این هم لول دوممون، این توی ارتفاع 3.80 متر از لول 1 ساخته شده. میتونم ارتفاعش رو بیشتر هم کنم، مثلا کنیم 4.30 متر. میتونیم بیایم ارتفاع این صفحمون رو بیشتر هم کنیم، مثلا 5 متر. خب خیلی دیگه زیاد شد. این 5 متر رو 4.80 متر میذاریم، 4.50 متر. و بعد میتونیم از اینجا نوع ضخامت سقفمون رو معین بکنیم، با چه ضخامتی میخواییم این سقفمون انجام بشه. این که انجام شد دوباره توی گراند فلور میام و سقف بعدی رو شروع به کرییت میکنم و سیلینگ اسکیچ رو میزنیم. به این صورت میام پیک میکنیم. Go to view. این هم از این. میام توی طبقه همکف قرار میگیرم. یه پله ای هم اینجا داریم که بعد برسه به لول دوم. کف این قسمت هم بعد درست کنیم. برای این کار میام این کف رو انتخاب میکنم، توی گراند فلور قرار میگیرم، ادیت رو میزنیم، این سریا رو دیلیت میکنیم، این هم همینطور دیلیت میکنیم و این رو به این قسمت میرسونیم و اوکیش میکنیم. بریم سراغ ساخت راه پلمون.
اول باید ببینیم فاصله بین دو تا لولمون چقدره. میام توی نمای مورد نظر و فاصله این دوتا رو میخونم که 3 متر و 60 هست. دوباره برمیگردیم توی گراند فلور، توی تب آرکیتکچر میایم، استیر بای اسکچ و باندری رو کلیک میکنیم. قبل از اینکه کلیک شروع باندری رو انجام بدیم، میایم اینجا اطلاعات رو میخونیم. بیس لول، گراند، تاپ لول، لول 2. ادیت تایپ رو میزنم. دقت بکنید که مقدار ارتفاعتون اینجا 0.2، احتمالاً برای شما 19 سانتی متره که بعد بیاین دوپلیکیشن کنید و مقدارش رو 20 قرار بدید. البته توی اینجا بعد 20 قرار بدید، چرا که تعداد پله های ما متفاوته. 18 تا پله داریم و 3 متر و 60 فاصله بین این دوتا. پس من 3 متر و 60 رو تقسیم بر 18 تا پله میکنم، پس بعد ارتفاع پله رو 0.2 در نظر بگیرم. شما هم موقع ساخت بعد به این ترتیب کارتون رو محاسبه بکنید. خب الان نگاه کنید، نوشته 18 تا پله بعد ترسیم بشه. پیک میکنم، الان شد 17 تا، 16 تا و به همین ترتیب تعدادش هی کم و کمتر میشه. حالا صفر ریمینینگ، یعنی چیزی باقی نمونده. اوکیش میکنم، پلمون ساخته شد. بعد بیام اینجا برشی که زدیم رو به این صورت go to view بکنیم. میبینید اینجا پلمون ساخته شد. الان از دیدم نگاه میکنم به درستی اجرا شده. برای این یکی پلم دقیقا میتونستیم همین کار رو بکنیم، ادیتش بکنیم. ادیتش میکنم و میام تبدیلش میکنم به نوع دوم و سریعا تبدیل میشه به نوع دوم و دیگه ایرادی از ما نمیگیره. توی طبقه همکف قرار میدم. اینجا هم بعد بیام یه کفسازی رو انجام بدیم. برای این کار میام توی تب آرکیتکچر روی فلور کلیک میکنم و میام به این صورت قسمت های مورد نظرمون رو میسازیم. نگاه میکنیم که به درستی انجام شده باشه. اینجا هم همینطور یه قسمتی داریم که این دیوارمون، البته بهتره به نظرم این دیواری که آوردیم از طبقه پایین رو برگردونیم سر جای اولیش، یعنی تاپ لولش رو بذاریم گراوند، خودمون این قسمت رو دیوار براش ترسیم بکنیم. توی لول همکف قرار میگیرم، میام روی وال و این قسمت رو، البته دیوار 10 سانتی نمیخوایم، 20 سانتی میخوایم، به این شکل این قسمت رو ترسیم میکنیم. یه کفی هم اینجا داریم، میتونیم این کفی که الان درست کردیم رو بیایم ادیتش کنیم. میام این رو ادیت میکنم، روی گراوند فلور قرار میدم، این قسمت ها رو هم اضافه میکنم به این ادیتی که داریم. در کلیت این شکلیه. خب این دیوار رو تا ارتفاع لول 2 بالا میبریم. یه دونه درم بعد اینجا بسازیم، یه گراوند فلور قرار میدم. دری که داریم رو انتخاب میکنیم که یه در فکر کنم 90 سانتی بر اینجا مناسب هست. خب این هم از این در. همه چیز کامل شد. اینم طبقه همکفمون. برای ویدیو بعدی میریم سراغ طبقات بالایی.